سلام سلام، ببینید کی اینجاست. برنامه‌ای که شما رو از فروپاشی روانی، از افسردگی، از نمیدونم اجتماع گریزی، از کمال‌گرایی، از استرس و اضطراب، از OCD، از ADHD، هر گونه مشکلات روانی نجات میده اینجاست. نیمه شب اینجاست. دلیل لبخند امروز صبح من، دلیل حال خوبم، حتی تو زور گرمی، نه اینه 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 انرژی داره، کلی سوژه داره، امشب با خونواده جمعیم پیش هم، وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب، وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب. همونطور که میدونید امروز روز ولنتاین، مبارک باشه به بعضیاتون، بعضیاتون هم نه، حالا ما با این کاری نداریم. دولت هند در این روز از مردم خواسته که امسال به جای کارهایی که پارسال میکردید امسال به گاوا رو بغل کنید. تو روز ولنتاین گفته به گاوا رو بغل. خیلی عجیب نیست این درخواست؟ شاید منظورش اینه مثلا پولاتون رو خیلی خرج کنید، یعنی مثلا هرچی پول دارید برید بزنید به در دیوار امسال ولنتاین. بایران هیچ توجیه دیگه نه. شاید هم از گاو منظورش اینه که عروسک های خرس خیلی گنده میخرن میدن به مثلا دوستشون. این چه کاریه؟ یه عروسک خرس گنده میبینی از خود خرس بزرگتر عروسکه، اینو میبره هدیه میده. آقا این چیه؟ مثلا یه چیز گنده میگیری تو روزه، تو روزی که اصلا مال ما نیست ولنتاین، به رسوم خودمون پایبند باشه، ایرانی داره. میخوای چیز گنده بگیری توی روز مثلا چهارشنبه سوری، یه نارنجک خیلی گنده بزن، یا تو روز 13 بدر یه درخت خیلی گنده رو آتیش بزن. رسوم خودمون مگه چشه همش خارجی؟ رئیس جمهور سودان رو که احتمالا همتون میشناسی، ایشون در یک مراسم متاسفانه کنترل خودشون رو از دست میدن و خودشون رو خیس میکنن. آقا زود قضاوت نکنید. به هر حال هر جای یه فرهنگی داره، شاید این رسم مثلا اونجا که مثلا اگه چون یه رژه خوبی مثلا دیدی حتما باید این کارو کنی، وگرنه بی احترامی تلقی میشه مثلا، یا یه نوع ادای احترام مثلا. ها یا شاید مثلا یه نفر اومده گفته رئیس جمهور سودان به نظرت رفاقت ها بویه چی میدن این روزها، و اینم خواسته بهش بگه. یا شاید یه اتفاق خیلی خنده‌داره افتاده مثلا دیگه نتونسته جدا خودشو بگیره، یا شاید اصلا نظر واقعیش در مورد مراسم رو خواسته به صورت کاملا عملی نشون بده که آقا نظر چیه در مورد مراسم؟ نظر من همینی که الان اتفاق افتاد نظر منه. یا شاید هم بنده خدا یه مشکلی داره، یه ضعفی داره که ما نباید اصلا باش شوخی میکردیم. رئیس هیئت فوتبال گفتن که پسر من جای 4-5 نفر کار میکنه. توانمندیش طوری هستش که آقای میثاقی عزیز، این جوانی که حالا درست پسر من هست اما داره کار 4 نفر بر من انجام میده. بعد یه سری رسانه ها اومدن گفتن که آقا مثلا زیاد حقوق میگیره، این حرفا چی میزنید؟ زحمت داره میکشه دیگه. اتفاقا همین اخیرا قبل از اینکه برنامه شروع کنیم یه ویدیو از کار کردن این آقا به سر گل به دست من رسیده با هم دیگه ببینیم. آقا حسن روشت، متشکرم. من قرار داشتم با آقای مظاهری برای این جواز کسب من. شما آقای آجرلو؟ جناب مظاهری، آقای آجرلو با شما کار. بله میگم خدمت شما. تشریف آوردم. آقا باشون قرار گذاشته بودم. نمیتونم دارم. من به شما گفتم. آقا من واقعا باید کارم انجام بدم. آقا محترم نمیشه اینجا قانون داره، قاعده داره. آقا محترم انجام بدم. آقای مظاهری باور کنید من خواستم جلوشون رو بگیرم، نشد. اشکالی نداره، بذارین بیان تو. مطمئنید؟ بله خانم. چیه آقای آجرلو؟ برادر من چیه؟ دفتر رو به هم ریختی؟ بده پرونده تو آقا، بده کار شما رو ما راه بندازیم. خب ببین، شما مهر مالی نداری، اول باید دل مهر مالی رو بگیری، بعد دوباره سرشاخت میشی. بعد برم پیش کی؟ آقای مظاهری مالی. مظاهری مالی؟ جانم مظاهری مالی، خدا هست بفهم. پرونده رو بده بگیر. خب شما عوارض پرداخت نکردی؟
عوارض رو پرداخت کنید بعد تشریف بیارید اینجا ما در خدمت شما هستیم. بعد بریم پیش مظاهری عوارض. بله دقیقاً. آقا شما مسخره کردیم ما رو، هیچ کی به غیر از شما اینجا کار نمی‌کنه. شما هست آی جورابی میخوای بدم ایشون تشریف بیارن؟ بله آقا یکی دیگه ببینم. باشه بده پرونده تو. آی جورابی، آی جورابی بفرمایید به این پرونده رسیدگی کنیم ببینیم قابل تایید به نظر شما؟ پس رد بفرمایید. اینم آقای جورابی پایزتون. اکثرا این دارم حالا بند خدا میارم اطلاع ندارن تقصیر خودشون. آقا الان من چیکار، این چه بد دیوونه خونه است اینجا؟ من اینجا پرونده آوردم شما داری کلا ما... یعنی چی آقا این چه وضعیه؟ با اون مسخره کردی اداره است؟ نگهبان آقا برو بیرون، برو بیرون اینجا برات اصلا مسئولیت داره. برو بیرون داداش من، برو بیرون. هر سال بیش از 120 نفر به دلیل هیجانات ناشی از فوتبال جان خود را از دست می‌دهند. ساخره دروازه، دیگه چیزی از بازی نمونده. نه اصلا بازی تموم شده. مسی نباید بزاره بزنه. میزنه خوب میزنه اما برای ما خیلی بده، خیلی تلخ. یک سریال تلخ اما خنده‌دار. من بین همه ی سریال‌های دنیا حالا دیگه فقط نیو کمپ رو انتخاب میکنم. به قول اسپانیایی ها کمپ نو. کاری از منوچهر هادی. درست نیو کمپ استادیومه ولی الان سریاله. اداره محیط زیست گفتن که تعطیلی مدارس در شاخص آلودگی هوا تأثیری نداشته، پس از این به بعد دیگه خبر نیست، تعطیل نمی‌کنیم. آقا این که تعطیل می‌کردیم مدارس رو به خاطر این بود که بچه‌های ما، نوگلای تازه شکفته ما، عزیزای ما، جیگر گوشه‌های ما مریض نشن تو آلودگی هوا. این علت اصلی این بوده. مگر نه بچه‌ها که مثلا با خاور و 18 چرخ و ایناش نمیرن، با یه خاور فرسوده مثلا میره مدرسه بچه راهنمایی. یا مثلا مازوت که نمیسوزنن تو مدرسه که بخوان هوا رو آلوده کنن. نه آقا نه، قضیه سلامتی اینهاست. شما میخوای واقعا تعطیلی یه جایی توی شاخص آلودگی هوا اثر مثبت داشته باشه، باید خانه سالمندان رو تعطیل کنی، چون اونا دارن آتیش میسوزن اونجا. اینم شوخی. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از دریاچه ارومیه گفتن که امیدواریم ظرف 4-5 سال آینده بتونید برید توی دریاچه ارومیه شنا کنید. ما در ظرف 4-5 سال آینده امیدوار باشید دریاچه رو، دریاچه زنده ببینید که بتونید تشریف بیارید اونجا شنا بکنید. ان شاء الله. ما هم واقعا امیدواریم که دریاچه زودتر پر بشه، ولی تو دریاچه نمک مگه شنا میکنه؟ آقا بچه‌ها میگن که خاصیت درمانی داره ظاهرا. چه درمانی؟ مثلا اگه خیلی بی نمک شدید میتونیم بینید دریاچه نمک شنا کنید. من باید برم، برای همین شوخی نشون میدید که من سریعا من خودم رو دریاچه نمک مارم. دانشمندان در اقدامی بسیار عجیب دارن فضولات انسان رو منجمد میکنن، یعنی شماره دوی انسان رو دارن منجمد میکنن تا یک انبار میکروفلور ایجاد کنن که بتونن باهاش مثلا یه روزی بشریت رو نجات بدن. یعنی اگه براتون سوال بود که دانشمندا تو این مدت داشتن چی کار میکردن، داشتن این کار رو میکردن. ما خیلی واقعا شوخی های زیادی با این مسئله به ذهنم رسید، ولی خب نمیتونیم بگیم. به هر حال اقتضای برنامه اجازه نمیده که ما اینا رو بگیم. من میگم شما خودتون کاملش کنید. من رو میخونم نصفشو، شما خودتون دیگه بقیهشو تو ذهنتون کامل کنید. الان دیگه میتونیم بگیم تنها کسی که رفت سر کار دید اونجا واسش، خودتون کامل. تو خواستگاری پدر عروس میپرسه آدمات چی کارن؟ آدمات آره. من خودم توی این پروژه میتونم خیلی کمک کنم، چون من خیلی تپه‌های زیادی رو توی زندگیم. این تنها شغلیه که هوش مصنوعی نمیتونه جاشو بگیره به هیچ وجه. ای یکی کامل بود اینو دیگه دنبالش نگیر. این واقعا هوش مصنوعی نمیتونه جایی نگیره.
اتفاقا یکی از هموطنای ما داوطلب شده برای این قضیه، یک اهدایی خیلی خوب بزرگی هم بشه که میتونه به تنهایی بشریت رو نجات بده. ببینیم با هم دیگه مصاحبهش. خواهش میکنم بی ادبیه، بی ادبیه، ببخشید. بازم میگم ببخشید. ولی من پرغلامی بیشتر اون میاد واسه من. آقای ساکت الهامی مربی تیم هوادار گفتن که گواردیولا و خمز بازی تیم منو بیشتر ببینن. یعنی میبینن الان گواردیولا اینا بازی تیم ما رو میبینن، بیشتر ببینن. یه لحظه گواردیولا رو تصور کنید تو دفتر کارش نشسته، مثلا تو لپتاپ داره بازی مثلا هوادار و فولاد رو میبینه، یهو دستگیرش میاد تو سری لپتاپ باز میکنه میگه چی داشتی میگی؟ میگه به خدا بازی فن و استیله هوادار و فولاد. این فن یه مربی داره، کوایت اینسپریشنالی، این ساکت الهامی شاهکاره، درخشانه. نگاه کن بازی رو ببین، نگاه کن بازی کن چجوری مستقیم میره تو اوت، یه نگاه کن اصلا بدون اینکه پاسکاری کنن همونو میکشه جلو تو محوطه جریمه. اینه فوتبال، اینه ما اسکولیم همش پاس میدیم به هم دیگه علکی بی‌دلیل، نمیدونم تیکی تاکا فلان. اصلا چرا این کارا لازم؟ فضاهای بسته، نمیدونم نوت پرسینگ کنم بکی سیرش بره به ساب و محمد بزن تو گل تموم شده رفت. ما علشی این همه تاکتیک اختراع کردیم، فوتبال واقعی اینه. آقا هیچ حالتی، آقا الهامی من اینو تاکید میکنم، هیچ حالتی وجود نداره که گواردیولا بازی هوادار ببینه. ما اینجا بررسی کردیم بچه‌ها همه حالت‌ها رو، هیچ حالتی نیست که گواردیولا بازی هوادار ببینه، مگر اینکه سیتی با هوادار بازی کنه که بازی خودشون بخواد ببینه، که اونم خیلی بعیده، نمیشه اصلا. همانطور که میدونید پیکه و شکیرا اخیرا از هم جدا شدن. سر چی؟ سر اینکه پیکه خیانت کرده. شکیرا از کجا فهمیده؟ اومده خونه دیده که شیشه مربا خالیه، گفته ای پیکه که مربا نمیخوره، بچه‌مون که مربا نمیخورن، پس حتما خیانتی صورت گرفته. بعد جدا شدن، رفته یه آهنگ خونده، گفته آهای پیکه تو منو ول کردی که من ساعت رولکسم، رفتی با یه ساعت کاسیو مثلا چیز کردی. چند تا نکته، اولا که خیلی به نظرم زود قضاوت کردی، چون ممکنه بود آقا مثلا شیشه مربا ریخته زمین، رفته کره برداره مربا افتاده، یا مثلا رفیقش اومده خورده، چرا حتما فکر خیانته؟ نکته بعدی که خیلی مهمتره، این دیگه چه مدل مقایسه احمقانه که تو زنها رو بیاری مثلا با ساعت مقایسه کنی؟ اصلا این چقدر شما فرهنگتون واقعا داغونه که این کارو میکنید که خودتون میاد با ساعت مقایسه میکنید؟ توی ادبیات ما، توی فرهنگ ما اینقدر به ارزش دختر در موسیقی توجه میشه. الان من یه آهنگ برای شما میذارم نمونه، شما ببینید چقدر به دخترها ارج مینهه این خواننده عزیزم. دخترها همه ناز هستن، انسانای خاص هستن، من که فداتون بشم چون خیلی دخترها آس هستن، چون خیلی دخترها آس هستن. و اما بشنوید از پسر بچه قزوینی که نوبل برد. یک پسر بچه قزوینی رفته توی یک مسابقات شرکت، چرا که باید سوالای خوب میپرسیدن، مثلا دعوت میکنن آقا سوال خوب چی داره؟ این پسر بچه گفت من یه سوال خیلی خوب دارم. گفتن چیه سوال؟ گفت سوال من اینه، چرا وقتی که به ساعت توجه میکنیم صدای تیک تیک ساعت بیشتر میشه؟ اینا اون باری که چه سوالی رفته توی 10 نفر اول و یه جایزه هم برده به اسم نوبل. نمیدونم حالا چیه جریانش، ما شنیدیم نوبل یه چیز دیگه است، ولی اشکالا مبارکش باشه. اما این سوال خوبیه پسر بچه قزوینی. اما ما قبلا تو همین کشور، تو همین آب و خاک، دو تا پسر بچه خوب دیگه داشتیم که دو سوال خیلی خوب دیگه پرسیدن، کسی هنوز به اونا جواب نداده. کامران کوچولو و هومن کوچولو که سوال پرسیدن، گفتن چرا خورشید میتابه؟ که جواب داره براش؟ نه. چرا میچرخه زمین؟ این سوال چقدر فلسفیه، هیچ کس جواب هنوز براش نداده. عشق من بگو چرا، فقط بگو همین. پلیس با متوقف کردن یک آمبولانس در یکی از جاده‌های خراسان ازش 47 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کرده. 47 کیلوگرم، اگه می‌خواد بگید 47 کیلو چقدره؟ من یه دوست داشتم 45 کیلو بود. ولی 47 کیلو یه چیز 3 کیلو شمه واقعا. معلومه 50 کیلو بوده، یه 3 کیلو شورا تو راه کشیدن. نمیدونم یه جای کار میرنگیم، یه 3 کیلو کجاست؟ بگید اون 3 کیلو رو هم پیدا کنید. بعد 47 کیلو کسی تریاک نمیفروشه به نظر من، من تخصصی البته اونقدر ندارم، ولی
به نظرم یه مشکلی داره. چقدر ولی ما این روزا به هم بدبین شدیم، چقدر اعتماد از بین رفته. شاید آقا برای مصرف شخصی بوده، شاید تریاکی حالش بد بوده، داشتن با آمبولانس میبردن، بیارید اینجا من اون رو احیا کنم. ولی جدی میگم بگید اون سکیرو رو حتما پیدا کنید، این خیلی قضیه مشکوکه. آقا چی شد این 50 کیلوی ما؟ آمبولانس که خیلی ایدش عالی بود که. اها خب اون 3 کیلو جاش امنه. ها آره بیارش دمید. کتکن یکی از شهرهای اطراف نیشابوره که یه مراسمی گرفتن، یه بنری زدن و شهردار هم کنار این بنر عکس گرفته. حالا چیه این بنر عجیبه؟ ترتیب مفاخر شهر رو اینجوری نوشتن: پای تخت آلوی خراسان بزرگ و زادگاه مشاهیری همچون دکتر شفیع کتکنی و عطار نیشابوری. یعنی اول آلو، دوم دکتر شفیع کتکنی، سوم عطار. به نظر من برعکس دیگه. با همه احترامی که برای دکتر شفیع کتکنی قائلم، اول عطار، دوم دکتر شفیع کتکنی، سوم آلو. مثلا فکر کن داره به یه نفر میگه ببین آره باشه شعرهای عطارم خوبه، ولی آلوهای این خوردی آلوه دیگه. حالا ما اتفاقا یه ذره از آلوهای همونجا گیر آوردیم، ببینیم که چیه این انقدر در موردش صحبت میکنن و از عطارم خوشمزه تره. پسر ویر کن عطارو، آلو عجب آلویه. وای عجب آلویه، این موز مال کجاست؟ عجب موزیه، کدوم شهره؟ این حاطف اصفهانی هم بهتر این موز. پیروز رو که میشناسید احتمالا، این یوز پلنگی که خیلی معروف شده و اینا، تنها بازمانده است، همتون دیگه دوستش دارید و اینا. جدیدن دو تا دیگه پیدا شدن که مادن، آذر و توران، که همه بودن خوش به حال پیروز و اینا. بعد رئیس جامعه دامپزشکان الان گفته که خیلی بعیده که اصلا پیروز متوجه بشه که اینا مادن، کلن ممکنه پیروز نفهمه اینا مادن. آذر و توران، دو یوز پلنگ مادی زیبا در جنگل برفی به دنبال نری قوی هیکل برای تولید مثل میگردند که ناگهان پیروز به آنها نزدیک میشود. پیروز باید یکی از آنها را برای تولید مثل انتخاب کند. متاسفانه پیروز متوجه نمیشود که این دو یوز پلنگ ماده هستند و آنها را با کروکودیل اشتباه میگیرد و باز هم فرصت سوزی دیگری از پسران سرزمینمان. خب این قسمت از نیمه شب هم تموم شد. خواهش ازتون میکنم در اوقات فراغتتون برید قسمت‌های قبلی نیمه شب رو ببینید، بیشتر ببینید، چند بار ببینید. بعضی چه نکته‌ای داره که تو یه بار دوبار نمیشه متوجه شد. یه جوری نباشه خدای نکرده بعد از 2300 سال عمر با برکت، لحظه‌ای که دارید این دنیا رو ترک می‌کنید ببینید کاش بیشتر نیمه شب دیده بودم. اینجوری نبود، نیمه شب رو ببینید. در پایان این قسمت هم خواهش میکنم ویدیوی ببینید از یک آقایی که یکی از چشماشو با چراغ قوه جایگزین کرده. خدا نگهدار. I lost my eye to cancer so I made this and turned my head into a flashlight. دلیل لبخند امروز صبح من، دلیل حال خوبم حتی تو زور گرم. اینه 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 انرژی داره، کلی سوژه داره، امشب با خونواده جمعیم پیش هم. وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب، وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب.